جنگل های برنئو محل زندگی جانوران مختلفیه. یکی از معروفترین ساکنانش اورانگوتان ها هستند. اونها اما در معرض تهدیدند. قبلاً به دلیل بریدن بیش از حد درختان جنگلی و حالا درخت های روغن پالم هر روز بلندتر از قبل محل سکونت این حیوانات را پر می کنند. این یه اورانگوتان زنه. اتفاق نادریه که اورانگوتان را در فضای وحش اینجا مشاهده کنیم. دلیلش اینه که در این محل اونها در فضای وسیع زندگی میکنن. اما اینجا یکی از معدود مناطق حفاظت شده است که اونها میتونن در اونجا زنده بمونند. تأثیر روغن پالم و کاشت درختان روغن پالم بسیار مخرب بوده. به طور کلی تمام زیستگاه اورانگوتان ها رو از بین برده. سازمان ملل میگه هنوز برای حفظ اورانگوتان ها دیر نشده. اگر در سوپرمارکت ها دنبال روغن پالم می باشیم که با مجوزهای لازم به دست می آید. روغن پالم ارزان و چند منظور است. در نان، صابون، رژ لب، بیسکویت و حتی غذای سگ هم به کار گرفته می شود. کشاورزانی که برای پرورش درختان پالم مجوز دارند، باید قوانین سفت و سختی را رعایت کنند. روغنی که از این میوه ها به دست می آید، نباید به طبیعت وحشی جنگل آسیبی وارد کند. سایم داربی یکی از شرکت های تولید کننده روغن پالم که برای تولید روغن پالم مجوز داره و از محیط زیست هم حفاظت میکنه. اساسا ما جنگل ها رو از بین نمیبریم. در مالزی قبلا اینجا یه جنگل مصنوعی بود. الان هم ما در اینجا با درختان پالم جنگل مصنوعی درست میکنیم. اما به عقیده گروهی از ناظران نمیتوان درختان روغن پالم رو بدون ضربه به محیط زیست پرورش داد. برای کشت و کار روغن پالم باید در مزارع تراکتور به کار گرفته شه و همین به شدت روی محیط زیست تأثیر میذاره. پیش بینی میشود تقاضای جهانی برای مصرف روغن پالم در یک دهه آینده 50% بیشتر شود. این به معنای از بین رفتن بیشتر گونه های گیاهی است. در حال حاضر جنگل اولوسیگاما جای امنیه. اما زندگی این اورانگوتان ها در آینده همراه با امنیت نخواهد بود.